نظر کردی تا من راهم به بن‌بست میکشه، دلم واسه دیدن تو مثل همیشه تنگ میشه. هنوز تو رو به یاد دارم تو این هوای بی کسی، تو رو به گریه هم میدم وقتی به هم نمیرسی. بیا ببین که بی تو من دارم یه گوش جون میدم، واسه یه لحظه دیدنت به هر دری در میزنم. حالا که نیستی پیش من همیشه خاطره بشه. تا شدم عاشق چشمات تو منو تنها گذاشتی، بگو از کی من بپرسم تو کجایی؟ تو کجایی؟ سلام، وارد مرحله نیمه نهایی شدیم. میدونم شما هم مثل ما منتظری تا این آخر کار به چی میرسه. خب آرش جان، اگه اجازه بدیم مهمونا رو یک بار دیگه معرفی کنیم. بله. بعد بریم یه گپ و خوشامدگویی هم با کارشناسای محترممون داشته باشیم. حتی جناب آقای مهربانی، من هر وقت به طرفشون برمیگردم یه لبخند شیرین رو رواشون هست که منو مصر میکنه و به قولی اشتیاقم برای ادامه برنامه بیشتر میشه حتی بعد از لبخند زیبای شما. میریم بر معرفی بچه ها. بله، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز که تا این قسمت برنامه ما رو تحمل کردن. مرحله نیمه نهایی مسابقه سوپر استار در خدمتتون هستیم. دو تا دوستی که امروز برای مسابقه آماده میشن جناب آقای سلطانی و جناب آقای فرهاد راد هستن. آقای سلطانی با 36 امتیاز و فرهاد راد عزیز با 32 امتیاز با ما همراه باشید. البته منظورش از امتیاز ستاره است، ولی خب خسته است دیگه، واژه ها رو نمیتونه درست ادا کنه. البته از اولش هم همین بود. بله، با ما همراه باشید. در این مرحله هم یک نفر از دوستان حذف میشه و آماده میشه برای مسابقات رده بندی و یک نفر به همراه من فینالیست میشه. حتما. یک سلام علیک کوتاه داوران عزیز با شما دارن تا بریم سراغ مسابقه. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، مجریان عزیز و شرکت کنندگان. خوش آمد میگیم خدمتتون. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عوامل محترم این برنامه، خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که سلامت باشن. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. جناب آقای سلطانی، چه حسی دارین از حضورتون در مرحله نیمه نهایی؟ بعد از سلامت با بینندگان عزیز، ایشون که آسمونش پر ستاره است، حتما هم باید خوشحال باشه دیگه. من مجدد باستم سلام عرض میکنم خدمت شما مجدان گرامی و حیات جوری عزیز. به نوع خودم خوشحال هستم، امیدوارم که بتونم بهتر و بهتر و بهتر برم جلوتر. برای بقیه دوستان هم به نوع خودم واقعا آرزوی موفقیت میکنم. بله، باز امیدوارم که هر کس به لیاقت خودش انشالله. من هم امیدوارم و به نوبه خودم عرض میکنم که مهمان گل بعدیمون. زبدی که آقای فرهاد راد با 32 امتیاز با ما میگن که چه حسی دارن از حضور در مرحله نیمه نهایی. متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. خب حس که مسلماً حس خوشحالیه، حالا نه که به نیمه نهایی رسیدیم یا به نهایی، اینکه دوستان خوبی پیدا کردیم اینجا. بله، سلامت باشید. مثل آقای سلطانی و دیگر عزیزانی که با ما تا اینجا بودن و الان خب نیستن. بله، و همچنین داورای عزیزمون که واقعا نظرشون استفاده کردیم. متشکرم. مرسی فرهاد جان.
اگه اجازه بدید یکی از مهمانان فعلا توی این مرحله ما رو ترک کنه، منتظر باشه، با یکی دیگه از مهمانانمون در خدمتون هستیم، اجراشون رو میبینیم و بعدم نظره کارشناس برمونه. خب برگشتیم، با جناب آقای سلطانی در خدمت شما بیننده‌های عزیز هستیم. حتی آقای سلطانی یکی از کوشاترین مهمانان این برنامه ما بودن توی روال برنامه که طی شد، چون هر وقت تو ساعت استراحت هم ما ایشون رو توی کریدورا میدیدیم در حال تمرین و خوندن بودن. خب آقای سلطانی ما منتظریم کارتون رو معرفی کنید، بریم برای اولین اجرا. آره شما چیزی گفتن از کرده و پرسوال ترین مرد سوپر استار رو در خدمت هستیم. آقای سلطانی تک زنگ میدونی یعنی چی؟ میس کال شد به اصطلاح بگه در ابعاد مخابراتی؟ بله نخه در ابعاد موزیک سیاره. موسیقی در ابعاد مخابرات دیگه هم داریم، در مثلا در دعوا هم تک زنگ نخه در ابعاد بله دیگه تک زنگ یعنی که فقط یه ارتباط کوتاه برقرار میشه. بله یعنی من اعتبار ندارم خودت زنگ بزن ها. این نظر شبیه بود. آخر این برنامه حتما تک زنگ رو برای شما هم معنی میکنیم، کارتون رو معرفی بکنید. ما میشه من یک گوشه خیلی کوچیک اجرا میکنم، فقط جهت نشون دادن تکنیک در حالا سنتی، آواز سنتی، و یک گوشه دیگه برای باز نشون دادن اوج. بله این وقت کاراتون اسم هر دو گوشه هست؟ ما شعر خاصی شاید من نه من اشتباه بگم، منظور یک گوشه خاصی در دستگاه، در دستگاه بالا ماهور یا حالا هر دستگاه دیگه در آواز سنتی داره. بله آواز سنتی باز هیئت بفرمایید. ای خدا گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد، آه بله میریم سراغ کار دومشون. ما رو یهو سورپرایز کردید. طبق روال برنامه های قبل ما همچنان منتظر بودیم که بریم. یهو دیدیم که قد شد. سعی کردم که بالاخره کوتاه‌تر. نه اون بلندی نه این کوتاهی جناب آقای سلطانی. به هر جهت چه کوتاه چه بلند ما استفاده میکنیم از صدای زیبای شما. آماده میشیم کار دوم جناب عالی رو بشنویم. آخ ناد
لعل سیراب به خون چشنه لب یار من است. آخ داد لعل سیراب به خون چشنه لب یار من است. از پی دیدن او دادن جان کار من است. آخ کافی باشه برای اینکه دیگه چرا تر نشه. خواهش می‌کنم، رو هم خستم شدید. نه بنده می مدار رسیده شما گرمه. بله و من هم متاسفانه گرمه. گرمای وجود شماست. چرا آقای سلطانی عزیز، بریم بشنویم نظر کارشناسان محترم برنامه رو در مورد اجرای شما. آقای دکتر خواهش می‌کنم. آقای مهربانی بسم الله. خب جان سلطانی، من کماکان بر همون نظر اول خودم هستم. شما نیاز دارید که رو صداتون بیشتر کار بشه. بله. فعالیتتون رو باید روی تکنیک ها بیشتر کنید. بله حتما. و اینکه یه مقداری حالا یه جایی خارج میشدید که امیدوارم با تمرکز بیشتر روی اون موارد که خب قطعا خودتون بهتر از بهتر میدونی که کجا بله، بوده. بله، بله. امیدوارم که دیگه اتفاق نیفته. براتون آرزوی موفقیت دارم تو مراحل زندگیتون. زنده باشین. و این بعد. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی متشکرم جناب آقای مهربانی. جناب آقای دکتر آریان میشنوی. امروز تو تحریراتون نظر من اختلال دیدم. تحریرهای مقدار مخصوصا تو قبلی به اجرای اول. بله. یه چند تا جا رو من خوب به گوش هم نرسید و فکر کنم بذار اشکال داشت. قطعات رو کوتاه انتخاب کرده بودید که تکنیک رو نشون بدید، ولی یه مقدار تمرکزتون از دست رفت. بله. خودتون هم بکنم قبول دارید که اینطور شد. یکی دو جا هم خارج شدید همونطور که آقای مهربانی اشاره کردن. بله. ولی در مجموع من باز هم میگم شما دستگاه‌های ایرانی رو، موسیقی مثل اصیل ایرانی رو و دستگاه‌هاش رو میشناسید، تسلط دارید و اینکه طبیعتاً فکر می‌کنم تو این زمینه هم فعالیت خواهید کرد. بله. بنابراین یه سری اون نکات رو مخصوصاً باز تو فرودها کنترل کنید. حتماً. بعد تو تحریرهاتون سعی کنید پخته‌تر عمل کنید. متشکرم جناب دکتر آریان. البته طبق فرمایشات شما من اینجا کوچیک‌تر از اینم که بخوام توی نظر کارشناسای شما دخالت کنم، ولی نظر شخصی خودم اینه که الان گوش موسیقی بین‌المللی ما خیلی قوی‌تر از گوش موسیقی ملیمون شده و افرادی مثل جناب سلطانی به نظر من اگه تقویت بشن و بیشتر بشن برای ما خیلی بهتره و برای موسیقی ما. طبیعتاً اینطوره. ببینید به هر حال آواز و
مسئله خوندن کلن یک پایه‌هایی رو میخواد، پایه موسیقی ایرانی موسیقی دستگاهیشه. درسته. طبیعتاً یک خواننده باید دستگاه‌ها رو خوب بشناسه و بتونه خوب مانور کنه توش تا اینکه بتونه وارد به اصطلاح تو حیطه دیگه و سبک‌های دیگه به اصطلاح خوانندگی و موسیقی بتونه راحت‌تر کار کنه. درسته. بعد شناخت موسیقی دستگاهی خیلی کمک میکنه که شخص تو به اصطلاح اون تو وادی موسیقی خیلی مانور بهتری بده، خیلی بهتر عمل کنه. بله. تا اینکه کسی اصلا دستگاه رو نشناسه. نشناسه. بله مسلماً. امیدواریم که همه جوانان ما نمیگیم که دوباره خواسته ها و علایقشون نرن وارد حالا پاپ نشن، وارد به قولی رپ نشن، ولی اول از سنتی خودمون شروع کنن. به قول جناب دکتر آریان دستگاه های خودمون بشناسید. ما خودمون موسیقی خیلی غنی داریم. پرحرفی نمی کنم. مهمان بعدیمون برمیگردیم. من مجدد باستم تشکر میکنم از اساتید و فقط البته اصلا وارد مقوله توجیه هیچ وقت نخواهم شد در مقابل اساتید بزرگی استاد دکتر واقع مهربانی، ولی متاسفانه بعدم همیشه چیزایی که بعدش میاد سرش میاد. بله. یکی حالا در حین خوندن مریضی، حالا سرماخوردگی، و یکی گرما که در برای من متاسفانه سم شد. امیدوارم که فقط خدا کمک بکنه که بتونم ادامه رو باز بهتر اگر حضور داشته باشم در مسابقه ادامه بهتری انجام بدم. دست شما درد نکنه. خیلی خواهش میکنم. ممنون از شما. خب میریم تا با هم اجرای اول فرهاد راد رو بشنویم. بفرمایید. بله در خدمتتون هستم. آهنگ پر پرواز از شادمهر عقیلی. بله. خب اگه اجازه بدید که خواهش می‌کنم فرهاد جان. تو حضور مبهم پنجره ها روبروم دیوارای آجریه خورشید روشن فردا مال تو سهم من شبای خاکستریه توی این دلواپسی های مدام جسترانه های زخمیم چی دارم وقتی حتی تو برام غریبه ای سر رو شونه های بارون میذارم اسم تو برای من مقدسه تا نفس تو سینه پرپر میزنه باورم کن که فقط باور تو میتونه قفل قفس رو بشکنه منم و یه آسمون بی دریق منم و یک کور راه ناگزیر ای ستاره شبای مشرقیم پر پرواز منو ازم نگی خیلی
خیلی ممنون، مرسی. ایشالا که هیچ وقت هیچ کس پیدا نشه که پر پرواز تو بخواد ازت بگیره. متشکرم، مرسی. حاضر هستی فرهاد جان بریم اجرای دوم بشنویم؟ بله، اجرای دوم اگه اجازه بدید که با گیتار هستش. بسیار خواهش میکنم، خواهش میکنم، راحت باشید. باور کن صدامو، باور کن صدایی که تلخ و خسته است، باور کن قلبمو، باور کن قلبی که کوه اما شکسته، شکسته. باور کن دستامو، باور کن که ساقیه نوازشه، باور کن چشم منو، باور کن که یک قصید خواهشه. وسوسه ی عاشق شدن، التهاب لحظه هامه، حسرت فریاد کردن اسم کسی با صدامه، اسم تو هر اسمی که هر، مثل غزل چه عاشقانه، پر وسوسه مثل سفر، مثل غربت صادقانه. باور کن همیشه، باور کن من فصل بارونو برگم، مطروده باغ و گل و شبنم، درختم درخت خشکی تو دست تگرگم. باور کن حرفمو، باور کن که من به عشق صادقم، باور کن اسم منو، باور کن که من همیشه عاشقم، که من همیشه عاشقم. مرسی فرهاد جان. به قول فرهاد، باور کنید، ما رو باور کنید، همیشه عاشقیم. بسیار عالی. بریم به سراغ نظر کارشناسان عزیز در مورد اجرای فرهاد. آقای فرهاد، فرهاد یک سلاحی تو دستشون هست، سلاحی دارن. بله. و خواهش میکنم نباختن و خوندن با هم، باید اون قسمت هایی از مغز که مربوط به تمرکز حین خوندن میشه، تمرکز در نواختن میشه، اصلا تفکیک پیدا کنه. در این حال نهایتا رو هم سوار شه. درست کمک میکنه به خواننده، ولی کار راحتی هم نیست، هم نواختن و هم خوندن. من صدای آقای فرهاد رو خیلی دوست دارم. یک صداییه که به هر حال انرژی منتقل میکنه، یک نوع آرامش رو منتقل میکنه و نهایتا دوست داشتنیه، ولی احساس میکنم که یه مقدار جزئی و نه زیاد. بعضی جاها باید تو صداتون کنترل داشته باشین، از لحاظ ادای کلماتی که در حین خوندن ادا میکنید،
بعضی جاها رو خیلی سریع و قاطعانه جمع نکنید، نیاز به یک کشش شاید داشته باشه بعضی جاها برای زیبایی که حق کلمه اداشه. همه اینها رو میدونم تو تنهایی انجام چون شنیدم کارتون. و اینکه به هر حال وقتی که حالت مسابقه پیدا میکنه طبیعتاً یه مقداری دچار اختلال میشه. بله اصلا طبیعیه، همه شرکت کننده به سویه دچار این مشکل هست. یه مقدار هم فالش بود بعضی جاها، یه مقدار اصلا ملودی با اون ملودی اصلی فرق میکرد. فکر کنم خودت خواستی مانوری بدی اون جاها رو، ولی خب جمع و جورش کرد، مشکلی نداشت و در عین حال در مجموع خوب بود. متشکرم جناب. بهتر از این بشی و مطمئنم خواهی شد در اون دوران خدمت رو برمان. انشالله. خیلی ممنون جناب آقای دکتر آریان از نظرات شما. میریم صحبت های جناب آقای مهربانی رو بشنویم. خب بنده هم سلام عرض میکنم فراد جان. بیشتر گفتنی ها رو دکتر گفت و من صحبت رو کوتاه میکنم به همین که روی تکنیک های صدات کار کن و روی انتخاب آهنگات بیشتر بده. خیلی ممنون، متشکر از توضیحات جامع و کامل شما هم جناب آقای دکتر. عذر میخوام اگه من جسارت کردم وسط حرف شما پریدم، دیگه خودتون استاد شدید، میدونید ما یکم کم بوده وقت داریم. خب میریم مهمان بعدیمون هم دعوت میکنیم وارد استودیو بشن تا بریم و ببینیم به قول آرش اون قسمت قشنگه. اگه من تو جای آرش میبینید به خاطر اینکه بهتون ثابت کنم که جایی برای برگشتن نداره. بسیار عالی، در خدمتتون هستیم، همچنان با شما هستم تا نیمه نهایی بالا اومدم تا فینالم، مطمئن باشید که من بالا میرم. در خدمت شما عزیزان هستیم. هی اشاره میکنن کمپانی ماجیک گرو تالر اسپانسر برنامه ما هستش، معجزه افزایش قد. آخرین قسمت، آخرین مرحله از قسمت نیمه نهایی رو در خدمت دوستان هستیم. جناب آقای سعید سلطانی 36 امتیاز و فرهاد راد عزیز 32 امتیاز. بریم بشنویم آخرین و دقیق ترین اخبار رو از هیئت جوری گرامی. جناب آقای دکتر خیلی ممنون و متشکر، خسته نباشید. تا این خوش. مرحله من امتیازها رو اعلام کنیم. بله دیگه، ممنون میشیم. آخرین ستاره هایی که آخرین ستاره ها. بله آقای سلطانی تو این مرحله در عقیده بنده 5 ستاره. بله 5 ستاره. و جناب آقای مهربانی؟ خب بنده با آقای سلطانی 6 ستاره. مجموعاً 11 ستاره توی این مرحله شدن. 11 ستاره در این مرحله، 36 ستاره هم در مرحله قبلی. ایشون مجموعاً با 48 ستاره. 47 یه مقداری جمع و ضرب و اینا رو بیشتر کنم میکنن. جات باست دادم، هول شدم. مربی خوب میگیریم براش. گفتم مثل خودت باشم. آقای سلطانی با 47 امتیاز چطوری؟ یه توضیح برای ما بدید لطفاً. توضیح خاصی ندارم. بل. سوالتون اصلا نیزوالیه که من فقط میتونم به قول یکی دوستام که من رو پیش خدمتشون بودیم بگیم ان شاءالله که این 47 واقعا ستاره های قشنگی باشه. بله امیدواریم که واقعا یه قشنگ داشته باشیم. ان شاءالله که همینطور هست. و هیئت داوران عزیز در مورد امتیازات جناب آقای راد نظرشون چیه؟ آقای راد فکر میکنید آقای راد چند ستاره گرفت؟ حالا حدس نمیزنید؟ حدس که آقای راد هم 5 ستاره. بسیار عالی، جناب آقای راد 5 ستاره و من هم همچنین با آقای راد 5 ستاره دادم. 5 ستاره داشتم میتونستم بیشتر بدم ولی دیگه نمیشه. و 10 ستاره، مجموعاً 42 ستاره. گفته بودیم که در مراحل نهایی رقابت بین دوستان بیشتر میشه، با اختلاف 5 ستاره فرهاد راد به مسابقات رده‌بندی دعوت میشه و سعید سلطانی با ما باقی خواهد ماند. فعلا از سعید سلطانی خداحافظی میکنیم تا آماده بشیم با هم برای فینال. آقای سلطانی خسته نباشید. خسته نباشید، بفرمایید. بله و آقای راد عزیز با 42 ستاره. بسیار آقای راد شما نظرتون رو نگفتید، به نظر شما تک زنگ یعنی چی؟ تک زنگ اگه معنی لغویش بخوایم فکر کنیم، بله تک زنگ که اسمش رو شده، یعنی
یک زنگ تک. زنگ خیلی کوچیک، ولی خب لحاظ معنوی اگه بخوایم بهش فکر کنیم میشه که من به یادت. من به یادت. هرچند که پول زنگ زدن. جواب شما هم نزدیکه. بسیار خوب. کمپانی ماجیک گرو تالر، معجزه افزایش قد. ماجیک گرو تالر، معجزه افزایش قد، اسپانسر برنامه ما هست که برای شما هدیه ای رو در نظر گرفته. فقط ما باید بدونیم که شما متولد چه ماهی هستیم. من متولد اسفند ماه هستم. بله. متولد اسفند هستم. خب. بسیار خوب. جناب آقای راد عزیز، چه احساسی داری از اینکه تا مرحله نیمه نهایی با ما همراه بودیم؟ بله. همونطور که اول مسابقه پرسید و ترس کردم. بله. حس خوبیه. جدا اینکه مسابقه از دوستان خوبی مثل شما و بقیه شرکت‌کنندا داشتیم و پیدا کردیم. همین. بسیار عالی. فکر می‌کنی که توی نیمه نهایی چه نتیجه‌ای رو دست بیاری؟ نیمه نهایی که سوم چهارمی، خب ببخش تو رده بندی. رده بندی. بین با این حال فرقی نمی‌کنه واسه من. دوست داشتم که تا اینجا بیام و هر چهار تامون خوشحالیم که تا نهایی و نیمه نهایی اومدیم. بسیار عالی. ممنون از شما. کدوم ماه هستین؟ اسفند ما. یه سری از خصوصیات اسفندی‌ها رو براتون می‌خونم. می‌خوام خودم بگم. شما بگید. یه چند تایشون رو بگید من در خودم. خب یا مثبت مثبتن یا منفی منفی. خب. حد وسط ندارن تو. بله. این خط اولشه. بله. خیلی عالیه. هنر دوستن. خیلی عالیه. بله. بقیه‌اش شما خونم. بقیه‌اش من می‌خونم. بسیار حساس و رویایی. بله. اینو بگیریم بالا بگیم بله. 100 درصد. بله. دارای حس ششم. بله خیلی. خیلی ظریف و نرم عمل می‌کنن. احساساتی زیاد، قابل انعطاف، بله، دارای افکار غیر واقعی و غیر منطقی، به شدت علاقمند به موسیقی، بله، نیکوکار تقریبا، خجالتی کم، اهل معنویات، بله، نازنین ولی ناگلا. بریم به سراغ خانم‌های متولد زنان متولد اسفند. خب زنان متولد اسفند ما، ظرف عسلی که کمی فلفل به اون اضافه کرده باشید، از بسیاری جهات بی‌نظیرن. ناراحت‌ترین مردها در جوارشون با آرامش میرسن، سخت رویایی و خیال باف، عاشق فرزند. خوش به حال این زنا و خوش به حال اون مرد. بسیار خوب. اسپانسر برنامه ما کمپانی ماجیک گرو تالر هست. شالی که روی سر همکار من هست هم این کمپانی بهشون هدیه دادن و برای شما هم هدیه‌ای رو در نظر گرفتن. یک گردنبند ماه تولدتون هست. اسفند ماه بود، درسته؟ بله. خدمت شما. و هم به بینندگان عزیز هم نشون بدم. کمپانی ماجیک گرو تالر هست که اگر در حین برنامه با شماره‌هایی که ازشون زیرنویس میشه تماس بگیرید برای خرید محصولات، حتما از تخفیف ویژه‌ای برخوردار خواهید بود. این متشکرم. از اینکه سر جات نیستی احساس خوبی داری. و این هم پکیج ماجیک گرو تالر هست که معجزه افزایش قد در 10 هفته بین 7 تا 10 سانت تغییر قد پیدا میکنن عزیزان با این پکیج. این پکیج رو هم اگر در زمان و حین برنامه ما با شماره‌هایی که زیر نویس میشه تماس بگیرید برای خریداری از تخفیف ویژه‌ای برخوردار میشوید. بریم برای خداحافظی. آقای راد اگر صحبتی مونده با بینندگان عزیزمون بفرمایید. صحبت خاصی که ندارم. دوربینتون. از همه شما و بینندگان عزیزمون ممنونم. متشکرم که وقت رو در اختیار همه ما گذاشتید. بله. و متشکرم فرهاد جان. ممنون. شب خوبی داشته باشید. یک کتاب هم به شما هدیه میدیم که عزیزان بیننده الان اگر تماس بگیرن برای خریدن گردنبند، این کتاب رو به صورت رایگان دریافت میکنن. کتاب رو توی کشوتونه اجازه هست. بله. فقط کتاب، چیز دیگه نیست. یک کتاب که راهنمایی کامل انتخاب، نگهداری و تشخیص زیورآلات هست. این کتاب رو هم من تقدیم شما میکنم. بله. چاپ نهمش هم گفتید؟ بله. چاپ نهم. بله. بریم به سراغ خداحافظی کارشناسان عزیزمون. خسته نباشید، اذیتتون کردیم. شما هم خسته نباشید. ممنون. شما هم همچنین ممنون. زنده باشید. خیلی پیش
پیشرفت خوبی داشته باشید در آینده. حتما با راهنمایی شما عزیزم. مرسی، متشکرم. فقط من یک سوالی دارم، اینکه اون محتوای پکیج رو بله اگه امکان داره یه توضیحی بفرمایید که پکیج داخلش اسمی داره و بله چه عمل می‌کنه، چه جوریه، یه مقدار بیشتر توضیح بدید. بله، من فکر می‌کنم که پکیج داخلش رو ما هنوز باز نکردیم، هنوز هدیه‌مون از اسپانسر نگرفتیم، اما توضیحی که به من دادن یک تناب شماره انداز داخلش هست، یک کش ورزشی و یک سی دی و دفترچه حرکات ورزشی و یک دستگاه ماساژور داخلش هست برای کسانی که بخوان استفاده بکنن. آقای مهربانی شما اگه سوالی دارید من خدمتتون هستم. فرهاد جان، برادر جان، موفقیت بکنم. ممنونم. با تمام بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم و به خدا میسپارم. خداحافظ. شب میتونی نه برو دیگه، نه از اجازه تکون نمیخورم. تکون نمیخورم؟ نه دیگه، میتونی بری سر جای من واسه. اشکال نداره، من در خدمت همینجا میمونم. خیلی ممنون از تصویربردار محترم برنامه‌مون خانم مهتاب. همه رو اذیت میکنه، شما رو هم همینطور. بگو با من، غم سردی که در چشمان تو پنهان است از چیست؟ بگو شاید توانستم گل لبخند را هر جا که روید به رسم دوستی برچینم و بر روی زیبایی تو بنشانم. تو را من دوست می‌دارم. بله، تک زنگ یعنی دوستت دارم ولی پول ندارم. خدا نگهدار، شب بخیر. خاتون قصه ها شب نمه گند برگ شما نشسته توی ورق دفتر عشق دل ما. هزار هزار شب نگرون گریه بزاری واسه تو خراب داغون دلمون سیاه روز در خیال خود درگیر با تو بودنم. بمون امید آخرم، بمون دلیل بودنم. من چه گناهی ندارم به جز تو رو توی لحظه تو رو تنها نمیذاشتم.